آقا همه چی آماده است؟ اون صحنه‌شو گیزیدی دیگه ها؟ کسی تکون نخ... اومد ساکت ساکت اصغر اومد سلام اشمت خان شما اینجایی؟ سلام علیکم سلام شما سلام نکرده عزیزی چون زحمت میکشی قربون شکل مشتاق دیدار بابا یه دونه اشمت خان و یه دونه قهوه خونه علی موش ما 20 سال اینجاییم بعد ما میگی اینجایی سوکیدی بشین آقا خواهش میکنم قربون تو سلامتی قربون تو برم بشین اینجا خوب الحمدلله یه چای خون کفتری میخوام برات بیارم لبدوز اصغر دو تا چای برده بیا قربون شکل برم زحمت نکش من میخوام برم درگیرم عزیزی درگیر چی؟ با کی درگیر شدی؟ آخه قربون تو رو چه درگیری؟ آخه فین قورد از سر کن اصغر جان قربون تو برم فدات شم خیلی ممنون مرسی بزار سینی بزار قربونت برم خیلی ممنون خیلی ممنون برو آقا جون برو آقای عزیز باشه نه باشه خیلی ممنون مرسی قربان شما خود خوب برم منظورم از درگیری این بودش که به هر حال الان کارهایی که هست و برنامه‌ای که هست مشخصا الان 21 همیاری هست گلریزان همیاری آره خلاصه یکم سرمون شلوغه بابا جمال احمدتون رو گلریزون بابا چایتون دم آبتون جوش دمتون پرجوش جوشتون پرخروش خروشتون پرفروش چی میگیش من خانم حقیقت من یه خورده احساسات عاطفی میدونی اضافه وزن داره هر موقع اسم این برنامه که میاد یه رقمای دو رقمی میشه اصلا نمیتونم خودم رو کنترل کنم اتفاقا به یمن همین همیاری هم که شده به یمن همین گلریزان باش پیش ما که یه دیزی سنگی دو نفره با هم دیگه تیار بکنیم نه والله اصلا صحبت اصغر نه بابا زحمت نکش نه زحمت نکش من اصلا رژیم دارم اصلا الانم نمیخوام کار دارم با بچه‌ها هستیم شما زحمت نکشید بابا دارم. رژیم چیه مرام قربون تو برم فدات شم آخه این همه جلال و معرفت و شکوه و عظمت رو میخوای تو همین بدن اسمال جا بدی بابا یه خورده بخور قربون جان مدیومی خلاص همه اینا رو جا بدی توش لارجی 2x لارجی x لارج چیز قربون تو برم شما مثل همیشه بار نمکی قربونت برم مهران جان فدات شم ولی مهران حقیقت من سر صبحی باید یه حقیقتی رو بهت بگم خواهش بکنم بفرمایید میدونی من یک معذرت خواهی به شما و همه ده شصتی‌ها بدهکارم نه بابا چرا نگوی نه جون تو و حقیقت دیگه آدم باید بگم بایتون اون موقع با مامانتون بهتون سرکوف میزدن گوشتون رو میگرفتن میگفتن برین از بچه مردم یاد بگیرن آره چطور؟ اگر اون بچه مردم خود من بودم اینطوریه دیگه برمون شکردم ولی خب مرام اون شوخی کردم ولی خب تو میدونی نعمت چیه؟ نعمت که خب خلاصه هرچی که خدا داده با آدم نعمت دیگه نه اون چه درو ولی سوال اینجا اینه که نعمت چیست؟ به همین حضور بنده اشمت خان در کنار شما میگن نعمت حالا خوشبخت چیست؟ خوشبخت به شما میگن که در کنار بنده نشستی حالا بدبخت کیه؟ بدبخت همه این کسی که در کنار ما نیستن بهشون میگن بدبختی که برو شکل دارم حالا حسود کیه؟ هرکی که حرفای قبلی بنده رو قبول نداشته باشه بهش میگن حسود همین اصغر میشیم ما راحت باش شلازم و شلاش بدخان شما بمب روحیه ای اصلا کلا حال هوای ما رو عوض کردی اما اونجایی که به هر حال صحبت همیاری هم شد منم این افتخار داشتم امروز شما رو زیارت کردم میخوام فقط قبل از اینکه مرخص شم از خدمتت بهت بگم که حتما لطف کن امسالم مثل هر سال تو این همیاری حضور پررنگ کار درست خلاصه باید دستا رو به دست همدیگه بدیم از قدیم گفتن یه دست صدا نداره اشمت خان والا اینقدر جسارت نباشه نمیخوام حرفت اشکال بگیرم ولی فکر کنم این حرف آخری دیگه خوره اشتب توش باشه شاید هم قدیمیه این حرفه نمیدونم مالا قبل از اختراع بشکن باشه شما همینطور که میبینیم بشکن صدا میده یه دست صدا میده دست مرده اشمت خان ببین منظورم اینه که خلاصه چجوری بگم ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا خب بابا چقدر هولی تو بابا ز عرقت خوش شغل مشکل من بحثمون کرکوپر ننداخته که تو این بحثه داری میکنی تو اگه مثل داشت خاک بازار و توتیایی چشت کرده بودی اون موقع میدونستی که بحث مبلغ رو چطوری واسه بابا بکنی قربون شکلت برم نه لسته نه بیشتر منظورم اینه که خلاصه وارد محتوا بشیم یعنی منظورم اینه که بیشتر از شکل و اینا بگذنیم وارد محتوا مثلا شما خودت آیا در جریان هستی که الان ما تو چه حال و هوایی تو چه وضع و اوضاعی داریم این همیاری رو برگزار میکنی؟ آره بابا گوشیده هستم شرایط که شرایط قرون شکل دارم آره جون تو خود میدونی که ما این جام زر رو همجور لپی ریختیم تو الگون مقام عظما درود برای همه میریزن تو این جام شیشه یا برای این ریختیم تو آفتابه که نه هم بره راحت باشه برجامو که خودت گیزیدی صحنه‌شو یعنی میدونه چه جوریه برشامم که در راه بر انتخاباتم که کله گنده ها افتادن به جون همدیگه سگ و سیره دارن پاره پاچه همدیگه رو میگیرن اوباما هم که
غزل خدافزی رو خون رفتن جانی هم که رتتا خود لکنته مقام عظما هم که پیتی زده اصلا صداش در نمیاد. جون آقا مهران با همین فرمون بریم ها، سال دیگه همین موقع جوادی اصالی و داوود مقامی تو نماز جمعه کنسرت گذاشتن که میشینم به روی بونه چرم از قفس بگیرم میخوام اسیرت بشم. بسیار عالی. خب دیگه ماشاءالله زار ماشاءالله شما کشمت من اینقدر به قول خودت گوشی دستته بود آره. وضعیتم میدونی پس من پیشنهاد میکنم که به رسم پهلوانی به رسم جوون مردی مثل همیشه خودت چراغ اول روشن کنیم استارت این همیاری رو بزنی که بریم وارد شیم. حقیقت میدونی مهران جان ما همین قهوه خونه علی موش زیادم من تو برق مرق دستمزد ندارم نمیتونم چراغ مراق روشن کنم. منظورم اینه که در همیاری شرکت کن خودت کمکاتو اعلام کن به همین سادگی. حالا حقیقت شرمنده مهران جان، حقیقت آقا مهران تو چی غریبه نیستی، ما کل دارایی که داریم آره همه کشی هم که جمع کردیم همش در اومده شده اینقدر. خیلی ممنون. خب خیلی هم عالی. دارم توضیح میدم از اینقدری هم که دست ماست ما یه اینقدرشو گذاشتیم خرج چینه و دونه کفترا، اینقدرش هم خرج توریشه، اینقدر هم خرج قند و چای قهوه خونه است، اینقدر هم که واسه بدیم حقوق اصغر جان، اینقدر هم میمونه که خرج پیریکوریمونه فیتیله همین. نه خب یعنی امکانو شرایطشو نداره الان واقعا شرمنده تمام. اشکال نداره اصلا به دلت بد نیار. همین که دلت با ماست دلت با همیاری یه دنیا میارده. خیلی لطف کردی من از خدمت مرخص میشم. کجا؟ نه جون تو جون آقا مهران بیشیم بابا تو چه خوجه دل میری که بخی بچه ها منتظرم سوال داشتم جانم آقا مهران تو خط تلگرام هم هستی یعنی دستمستی تو تلگرام داری یا نه تلگرام چه گهواداری میری حقیقت ما یه گروهی داریم به نام گروه کلام احمدیا میخوام تو رو ادت کنم تو این گروه کلام احمدیا نه بابا چی چرا نه بابا رفیقام بابا اتفاقا دیشب باهاشون داشتیم یه بحثی میکردیم یه اختلاطی میکردیم از من سوال کردن گفتن اشمته ها ایا اختباش آفتابی علی امیشینا یعنی چی؟ کجایی صحبت نفهمی؟ متوجه نشدی؟ آه بچه مطربی ما تو این گروه هم مطربی صحبت میکنم من خبر مطربی رو یاد نگرفتی آخر مطربی چی؟ چه نکاره با خود میکنم؟ حالا یعنی چی؟ نگره به سلامتی دارم تو مطربی برگشته بود برگشته بود خیلی وقت آفتابی نمیشه اشمت خان یعنی مجبورش این که تو تلویزیون ملویزیون نیستی ما هم برگشتیم بهش گفتیم که این آق مهران ما خلاصه به ما کمرنگ حال میده یعنی ما رو قبول نره من؟ آره دیگه بابا چرا حرف تو دهن ما میذاری؟ آره دیگه خب عزیزم من از خدامه که تو بیه با هم برنامه داشته باشیم که نه بود جونش بده آره والا من اصلا خودم دوست دارم شما تشریف بیاری قدم سر چشمون ما با هم دیگه برنامه داشته باشیم چقدر هم خوب جونش من ادا فدا بابا قربون شه که دارم زودتر میگفتی قربون شه که دارم فدات شم بیا قابل تو هم نداره به جون تو اصلا قابل تو هم نداره به من چرا میدی واریز کن تو حساب بعد تو همیاری اعلام کن کمک کن این حرفا چی داره میزنی شناس ما توی بعدم خدا روزی رسونه مال اصغر و کفترا رو میرسونه اینجوری نیستش که برو شما از طرف ما همین رو برس تو حساب قربان خیلی ممنون خیلی هم لطف کردی اصغر بپ پشت دخ من آقا مهران میریم سریال کلید بزنیم برو سریال کدوم سریال اصغر بشین سریال دیگه سریال سالهای دور از حشمت سالهای دور از حشمت آره دیگه صحبت سریال نکردیم ما که ما صحبت چی داشتیم میکردیم شما فرمودین که من نمیام من گفتم من خدام شما بیا سریال آخری داستان همینو دارم میگم دیگه سریاله نیست حفرش حس میشه ما نهیدی تو گروه این بچه های همه کلام احمدی ها همه حرفشون همینه دیگه ببین نه آدم های روانی هنو یه هم میزنن شناسنامت و شنواسه میکنن و ما گفته باشیم حالا آدمی اول بریم دوباره سریال آخه حشمت عزیز آخه سریال قرار سریال نداشتیم ما که بده من میریم بابا کفتران دارن بالوان میزنن از اون طرف اصغر ما پول لازمه و تو خب چی آقا رو نه آخه والا من اصلا ما صحبت سریال نکردیم خودت دوختی خودت بریدی مهران تو از صبح رو مخی همش میزنی تو پر ما تو هم شدی معلم انشا معلم انشا چیه باز؟ با یادمون اون موقع که بچه بودیم یه معلم انشا داشتیم یه بار ما یه موضوع انشا داد که شما اگه پرنده بودی چیکار میکردیم ما هم یه خط نوشتیم خب ما تخ میذاشتیم آقا یه چی نامد بهمون صفر داد
آخه نه این برخورد درسته، نه این برخورد درسته، آدم با یه پرنده تخم گذار بکنه، نه شما بگو درسته. چه ربطی داره عزیز من؟ بابا اصلا من نمیدونم، همیشه این داستان ما آخرش به اینجا میکشه. حشمت خان من اصلا صحبت سریال با شما نکردم، ببخشید مزاحم شدم، الان من دیگه میرم. بابا منو کجا داری میری؟ بابا خوب نیست که عزیزم، بعد عمری ما اومدیم اینجا خدمت. منو هیچ سگر ما چرا میره تو؟ آخه اخ نکن بد نمیاد، اون وقت دلم تو رو نمیخواد. بگی بشین، بگی بشین سوپر ریز جان، بگی بشین بشین، بعد حرفو میزنی سوپر ریز کنم. بگم شما در مقابل دور مخفی حشمت خان هستی، دور مخفی حشمت خان اصغر کلاتم میشی قربونت برم بدات چم. بابا حشمت خان با ما هم از این کارا میکنی؟ بابا تو چی فکر کردی؟ بی معرفت فکر کردی تو قراره به ما خبر همیاری رو بدی؟ با ما هر چی داریم همین همیاری دار و نداره، ما رو همیاری و ما رو شما. اتفاقا خواستم باید یه تئاتری بیام، یه مزایی بکنم، یه خنده‌ای به لبات بیاد، بار به شکلت برم. عزیزان بیننده، ما که دار و ندارمون رو گذاشتیم رو دایره، شما هر چی دارین کمک بکنی خلاصه این چراغ واسه همیشه روشن بشه، همیاریمون چراغون بشه. زت عالی، زیاد خیلی خوشحال شدم. آقا مرام سریاله چی میشه؟ اه دوباره اصغر اون چی که تنبیشی؟